قرصی که دونه ای $1000. در واقع سفوسپوویر و داکلاتاسپیر دو داروی درمان هپاتیت سی هستند که فقط دو کارخانه در امریکا اونها رو تولید میکنن. رقابت این دو کارخانه تا حالا اجازه نداده که اونها این دو دارو رو با هم ترکیب کنن و داروی قوی تر به دست بیارن. اما دانشمندان ما این کار رو انجام دادن. اونها هر یک از این دو دارو ساختن و حالا به داروی ترکیبی بسیار قوی دست پیدا کردن. خیلی جالب، یعنی در 3 ماه کلا ویروس رو از بدن خارج میکنه، از بین میبره. در گذشته درمانش خیلی مشکل بود چون ما باید از آمپول اینترفرون استفاده میکردیم که معمولا عوارض زیادی داشت، بیماران نمیتونن تحمل کنن، بعدم موافقتش 100% نبود. با پیشرفت هایی که خوشبختانه توی 3-4 سال گذشته اتفاق افتاد، تقریبا ما با روز یک قرص 3 ماه آدم ها میخورن ویروس از بدنشون میره بیرون بدون که هیچ عوارضی داشته باشه. یه نوعشو که من میتونم بهتون نشون بدم، یه دارویی هست که یکی از این شرکت های دانشمونیان ما درست کرده. اجازه بدید توضیح کوتاهی بدم. ویروس های هپاتیت A و B و C ویروس هایی هستند که به کبد انسان حمله میکنن. هپاتیت A که از راه خوراکی وارد بدن میشه هیچ خطری نداره و حتی خود به خود هم درمان میشه. اما ویروس های هپاتیت های B و C که از راه تزریق خون یا تماس جنسی یا وارد شدن سوزن آلوده به ویروس به بدن منتقل میشن، میتونن سالها در کبد بمونن و باعث نارسایی کبد و از بین رفتن اون بشن. هپاتیت های B و C شایع ترین بیماری های عفونی عصر ما هستند. در مورد هپاتیت C افرادی که واقعا ویروس تو بدنشونه، یعنی وایریمیا دارن، حدود 150 هزار نفره و افرادی که هپاتیت B دارن اونا حدود 1,500,000 نفرن. حالا سازمان بهداشت جهانی از همه کشورها خواسته هپاتیت B و C رو که باعث مرگ زودرس میشن تا سال 2030 ریشه‌کن کنه. خوشحالیم که کشور ما با واکسیناسیون هپاتیت B که از 23 سال پیش شروع شد و حالا با ساختن داروی هپاتیت C در صدر کشورهای موفقی که زودتر از سال 2030 به این ریشه‌کنی دست پیدا می‌کنن قرار گرفته. از سال 72 در واقع تمام نوزادانمون رو واکسن زدیم، واکسن هپاتیت رو 3 نوبت، و بعد هم یادم چند دوره 7-8 سال پیش به هر حال نوجوان‌ها جوان‌ها رو واکسن زدیم. حتی رفتیم 18 سال بعد از واکسیناسیون چک کردیم در محروم ترین نقاط ایران و خوشبختانه ایمنی وجود داره. شاید لازم باشه ما مثلا حدود 10 میلیون نفر دیگر واکسینه بکنیم که تمام مردم ایران با زیر 40 سال واکسینه بشن. دکتر ملک زاده میگه همه شرایط برای واکسینه کردن این 10 میلیون نفر باقی مونده فراهم شده و اون وقتی که دیگه هیچ نگرانی از هپاتیت B نخواهیم داشت. میگه هپاتیت C واکسن نداره ولی قرص درمان اون هم از 2 ماه دیگه وارد داروخانه های کشور میشه. تو ایران این قرص حالا قیمتش حد اکثر میرسه مثلا به 30,000 تومان 25,000 تومان، در این حد قیمتی که در تولید خودمون هست با کیفیت خیلی عالی مطالعات هر یه دونه. بنابراین مثلا یک دور درمانش مثلا در میاد بین 2 تا 3 میلیون برای 3 ماه. حتی این دارو الان ما مشتری هایی براش هست در اکثر کشورهای دنیا. بعد اون آمریکایی هنوز باید با $1000 بخرن تونه در امریکا و اروپا قیمتش مربوط به در همین حد حدود $1000 $700. و من فکر میکنم خیلی از آدم های فقیری هم که در امریکا هستن ممکنه لازم باشه ما این دواره بهشون بدیم چون اونا دسترسی ندارن، بیمه نیستن. و این نشون میده شرکت های دانش بنیان چقدر میتونن در سلامت مردم ما موثر باشن. هزینه های درمان هپاتیت B و C، داروها، از کار افتادگی، سیروز و پیوند کبد و بعد داروهای گران پیوند تا پایان عمر کجا و قیمت ارزان واکسن و داروی دانشمندان ما کجا؟ و این یعنی اقتصاد مقاومت.